دوستای عزیز مارکت نیوبی سلام. با یک جلسه دیگه از سری آموزش‌های تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس در خدمت شما هستیم. تو این جلسه می‌خوایم با هم دسته بعدی از شاخص‌های اقتصادی یعنی شاخص‌های دسته اشتغال رو بررسی کنیم. با ما همراه باشیم و فراموش نکنید که حتما ما رو سابسکرایب خب دوستان عزیز، تا اینجای کار ما دو دسته از شاخص‌های اقتصادی رو بررسی کردیم و توی این جلسه میخوایم دسته سوم از شاخص‌های اقتصادی یعنی شاخص‌های بخش اشتغال رو بررسی کنیم. در مورد شاخص‌های بخش اشتغال خاطرتون باشه که شاخص‌ها دو دسته بیشتر نیستن، یعنی که در مورد اشتغال صحبت میکنن یا اینکه در مورد بیکاری صحبت میکنن. اگر که شاخص‌های بخش اشتغال باشه، رابطه مستقیمی با ارز ما دارن، یعنی اگر که اشتغال ما زیاد بشه، ارز ما هم تقویت میشه. اما اگر که شاخص‌های بخش بیکاری باشن، رابطه معکوسی با ارز ما دارن، یعنی اینکه اگر بیکاری ما زیاد بشه، بنابراین ارز ما تضعیف میشه. این نکته رو یادتون باشه. اما قبل از ادامه یک نکته دیگر رو هم نیاز می‌دونم که اینجا براتون توضیح بدم. اگر که تا اینجا شاخص‌های اقتصادی و بررسی اونها رو دنبال کرده باشین، می‌بینین که روی تقویم اقتصادی ما در مورد شاخص‌ها برای ارز USD صحبت می‌کنیم. شاید براتون سوال شده باشه که خب شاخص‌های اقتصادی کشورهای دیگه و ارزهای دیگه پس چرا بررسی نمی‌شه؟ خدمتتون عرض بکنم که کامل‌ترین تقویم در بازار فارکس برای ما تقویم مربوط به ارز USD هست. اولی ما در ابتدا تقویم مربوط به ارز USD و شاخص‌های اقتصادی ارز USD رو با هم بررسی می‌کنیم. بعد از اینکه این بررسی‌ها تمام شد، در یک جلسه و به عنوان جمع‌بندی بقیه شاخص‌هایی که مربوط به ارزهای دیگه هست و اسمای متفاوتی داره یا مربوط به ارز دیگه‌ای هست و در تقویم USD نیست رو در اونجا برای شما توضیح خواهیم داد. بنابراین خیالتون راحت باشه، ما شاخص‌های اقتصادی برای همه ارزها رو بررسی خواهیم کرد و در پایان این جلسه شما کاملاً با تمامی شاخص‌های اقتصادی برای همه ارزهای مهم در بازار فارکس مثل دلار آمریکا، مثل پوند انگلیس، مثل یورو، مثل ین ژاپن، یوان چین و و و ارزهای مهم دیگه بازار فارکس آشنا خواهید شد. خب این نکته رو گفتم که اگر که سوالی داشتین، سوالاتتون رو در مورد ارزهای دیگه اینجا نگه دارین زمانی که شاخص‌های تمامی ارزها رو ما بررسی کنیم. اگر که سوالاتتون رفت نشد، حتما از ما بپرسین. همونطور که میدونید میتونید توی کامنت ها سوالات خودتون رو بپرسید تا ما به اونها پاسخ بدیم. صحبت رو اینجا کوتاه بکنم، بریم سراغ تقویم اقتصادی و شاخص‌های بخش اشتغال. در قسمت فیلتر من این بار بخش اشتغال رو انتخاب میکنم و اپلای میکنم. شاخصهایی که مشاهده میکنید شاخصهای بخش اشتغال ما هست. اولین شاخص ما شاخصی هست که نشون دهنده تغییرات اشتغال و در واقع شغلهایی هستش که کاهش پیدا کرده. شاخص نشون دهنده تعداد شغلهایی هست که کاهش پیدا کرده و برای ما تاثیر معکوس در ارزمون خواهد داشت. اگر که شاخص افزایش پیدا بکنه، یعنی تعداد شغل‌هایی که کاهش پیدا کرده افزایش پیدا کرده، بنابراین منجر به تضعیف ارز ما خواهد شد و برعکس اون منجر به تقویت ارز ما خواهد شد. از لحاظ تاثیر در لحظه تاثیرات کمی رو همونطور که مشاهده می‌کنید در لحظه در مارکت ایجاد می‌کنه. شاخص بعدی ما شاخص مدعیان بیکاری هست. همونطور که می‌دونید در کشورهای دیگه زمانی که افراد بیکار میشن، البته در کشورهای عمده دنیا این اتفاق میفته، زمانی که افراد بیکار میشن مدعی از دست دادن کار خودشون میشن و درخواست بیمه بیکاری میکنن. این افراد در این شاخص برای ما نشون داده میشه. بنابراین این شاخص هم خاطر اینکه تعداد بیکاران رو به نفی نشون میده، تاثیر معکوس در ارز ما داره، یعنی اینکه تقویت اون منجر به تضعیف ارز و در واقع کاهش اون منجر به تقویت ارز ما خواهد شد. از لحاظ تاثیرگذاری تاثیرات متوسطی در مارکت برای ما ایجاد میکنه. خب شاخص بعدی شاخص تغییرات بیکاری در بخش غیر کشاورزی هست. از لحاظ تاثیرگذاری یکی از شاخصهای بسیار مهم ما در تقویم هست و ایجاد نوسانات شدیدی در بازار میکنه. این شاخص نشون دهنده تغییرات اشتغال در بخش غیر از کشاورزی هست و خب قاعدتاً افزایش اون منجر به تقویت ارز و کاهش اون منجر به تضعیف ارز خواهد شد. به عنوان نمونه در اینجا زمانی که از پیش بینی خودش کمتر اومده،
قرمز رنگ اومده، یعنی که منجر به تضعیف ارز خواهد شد. در کنار این شاخص عمدتا شاخص نرخ بیکاری هم اعلام میشه. نرخ بیکاری خب همطور که از تعریفش پیدا هست تعداد بیکاران رو برای ما نشون میده. شاخص بسیار مهمی در تقویم هست و تقریبا میتونم بگم که جزو شاخصهای اول از لحاظ تاثیرگذاری در مارکت هست. در مورد این شاخص باید خدمتتون عرض بکنم که اولا تاثیرگذاریش تاثیرگذاری معکوسی در مارکت هست، اگر که افزایش پیدا کنه یعنی بیکاران زیاد شدن، بنابراین منجر به تضعیف ارز، و اگر که کاهش پیدا بکنه منجر به تقویت ارز میشه، چرا که تعداد بیکاران کاهش پیدا کرده. در مورد این شاخص نکته دوم هم این هستش که خب معمولا همزمان با تغییرات اشتغال اعلام میشه. زمانی که این دو با هم اعلام میشن یا هر دو در یک جهت هستن، یعنی هر دو قرمز یا سبز هستن، یا اینکه یکیشون قرمز هست و یکی سبز. زمانی که متفاوت هستن با هم دیگه ما تاثیر بلند مدت رو تاثیر نرخ بیکاری در نظر میگیریم. عنوان نمونه در اینجا اشتغال قرمز رنگ بوده یعنی موجب تضعیف ارز، و بیکاری سبز رنگ هست یعنی منجر به تقویت ارز میشه. به احتمال قوی ابتدا یک نوسان در جهت تضعیف UST و بعد از اون جهت مارکت در جهت تقویت UST خواهد بود که در جهت در واقع نرخ بیکاری ما هست. بنابراین نرخ بیکاری همیشه ارجح هست و غالب هست بر تعداد تغییرات اشتغال. شاخص بعدی شاخصی هست که نشون دهنده شغل‌های جدیدی هست که ایجاد شده. برای ما از این جهت اهمیت پیدا می‌کنه که خب زمانی که شغل‌های جدیدی ایجاد میشه قاعدتاً از طرف دیگه تعداد بیکاران کم میشه و تعداد اشتغال افزایش پیدا می‌کنه. البته از لحاظ تاثیرگذاری تاثیر کمی رو در مارکت داره و برای ما کمتر اهمیت پیدا می‌کنه از لحاظ تاثیرگذاری در مارکت، اما مفهوم اون همونطور که توضیح دادم براتون مفهوم در واقع مهمی هست. جهت تاثیرگذاریش هم قاعدتا مستقیم هست، یعنی اینکه اگر که افزایش پیدا بکنه یعنی شغل‌های جدیدی ایجاد شده و منجر به تقویت ارز ما خواهد شد و برعکس اون منجر به تضعیف ارز ما میشه. شاخص بعدی رو خدمتتون توضیح دادم. همونطور که می‌بینید شاخص مدعیان بیکاری به صورت هفتگی اعلام میشه، بنابراین میانگین اون برای ما مهم هست و در مورد میانگین هم تغییرات بیشتر از 30,000 واحد حتما باید داشته باشیم که تأثیرش رو در مارکت ببینیم، وگرنه تغییرات کمتر از 30,000 واحد تأثیرات کمتری رو برای ما در مارکت ایجاد میکنه. جدت هفته بعدی و شاخص مدعیان بیکاری ادامه میدم تا وارد ماه جدید بشه. خب آخرین شاخصی که در این بخش داریم شاخص تغییرات اشتغال هست، اما در ابتدا کلمه ADP رو داریم. خب همونطور که می‌بینید شاخص تغییرات اشتغال رو ما یک بار در اینجا توضیح دادیم و مفهوم اون رو می‌دونیم. این شاخص همون مفهوم رو داره، منتها تغییرات اشتغال در بخش غیر کشاورزی و در بخش‌های خصوصی رو نشون میده. خب این شاخص میتونه برای ما نشون دهنده شاخص تغییرات اشتغال باشه. البته بخش خصوصی هست و بخش‌های دولتی هم خب تعداد زیادی نیروی کار دارن، بنابراین خیلی نمیشه روی این شاخص و شاخص تغییرات اشتغال به صورت کلی یعنی در بخش دولتی و خصوصی مانور داد. به هر حال این شاخص شاخصی هست که تغییرات اشتغال در بخش‌های خصوصی رو برای ما نشون میده و تاثیراتش هم تاثیرات مستقیم هست، یعنی اینکه اگر که افزایش پیدا بکنه یعنی اشتغال ما در بخش‌های خصوصی افزایش پیدا کرده، بنابراین میتونه تاثیر مستقیم داشته باشه و منجر به تقویت ارز ما باشه و برعکس اون منجر به تضعیف ارز ما باشه. در بین دو شاخص تغییرات اشتغال یعنی ADP و شاخص کلی که اینجا پایین تر داریم، این شاخص برای ما اهمیت بیشتری داره، چرا که خب بخش خصوصی و عمومی رو در کنار همدیگه در نظر میگیریم. خب دیگه شاخصی برای بخش اشتغالمون نداریم. شاخص های اشتغال ما عمدتاً مهمترین شاخص هاشون دو شاخص نرخ بیکاری در ابتدا و بعد از اون تغییرات اشتغال در بخش های غیر کشاورزی هست. خب آموزش این جلسه ما هم در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که شاخص های بخش اشتغال رو هم به خوبی درک کرده باشید.
فراموش نکنید که حتما ویدیوی ما رو لایک بکنید و مارکت نیو بی رو سابسکرایب بکنید و همینطور هم که میدونید میتونید تمامی سوالاتتون رو توی کامنت ها از ما بپرسید و ما به اونها پاسخ بدیم. امیدوارم که همیشه موفق باشین و بتونید با استفاده از تحلیل های خوب خودتون سود خوبی رو برای خودتون توی بازارهای جهانی به دست بیارید. اگه میخواید تجربه متفاوت از مشاهده ویدیوهای کلی یوتیوب مارکت نیو داشته باشید، اگه میخواید از تازه ترین خبرها، تفسیرها، تصمیمات اداره خزانه داری آمریکا، تاثیراتش بر روی نرخ ارز، شاخص طلا و و و, و خبر داشته باشید و اگرم میخواید یه نگاهی هم به بعضی خرید و فروش های ما داشته باشید، به کانال خصوصی یوتیوب مارکت نیو بپیوندید. کافی دکمه جوین رو بزنید و با نازل‌ترین قیمت به کلیپ خصوصی ما بپیوندید. همه چیزم یوتیوب براتون هندل میکنه. لینک ویدیویی که توضیح میده که کلیپ خصوصی یوتیوبی مارکت نیو چی هست رو این بالا میذارم. اون ویدیو رو ببینید حتما، قشنگ مفصلا توضیح دادم که این کلیپ خصوصی چی هست، چه لولی داره، چه خدماتی ارائه میده. اگه بازم سوال دارید پای همین ویدیو به صورت کامنت بپرسید، حتما بچه‌ها کامنت‌های شما جواب میدن. کلیپ خصوصی مارکت نیو در انتظار شماست.